حضرت آقا ساعت چنده؟ نوشته عزیز نسیم. دوستانم به من میگویند چرا تمام کارهای خلاف به گردن شما میافتد. نمیدانم جواب اینها را چی بدم. هم حق دارند هم ندارند. درسته که کارهای خلاف همیشه می آیند و مرا بین همه مردم این مملکت پیدا می کنند و به گردنم می افتند. ولی این بلاها و دردسرها را که من برای خودم نمی خرم. برای فروختن ساعت مچیم صبح زود از خانه بیرون آمده بودم. انسان وقتی توی سختی و بیپولی گیر می کند و مجبور است یک چیز خود را بفروشد، احساس حقارت و ناراحتی عجیبی به او دست می دهد. مثل کسی می ماند که در جنگ و مبارزه زندگی مغلوب شده است و آن چیزی که می خواهد بفروشد به بزرگی و سنگینی یک کوه روی دوش او فشار می آورد. ساعت مچی من هم به قدری بزرگ و سنگین شده بود که مچ دستم را داشت می شکست. دیشب دو سه نفر زن و مرد بی خبر به خانه ما آمده بودند. زنم برای درست کردن شام و مخلفات از زن همسایه پولی قرض کرد و سور و سات را راه انداخت. خوشمزه اینجاست که مهمانهای دیشبی آدمهای روشنفکری بودند. ضمن خوردن و آشامیدن شروع به بحث‌های داغ سیاسی کردند. فقط هر موقع که زنم غذای تازه‌ای روی سفره می‌گذاشت، بحث سیاسی قطع می‌شد و صدای چهچه و بهبه آنها به آسمان می‌رفت. هر کدام سعی می‌کردند با جملات قلمبه و سلمبه از دستپخت زنم تعریف کنند. همین که غذا تمام می‌شد، دوباره بحث سیاسی و ادبی را شروع می‌کردند. من از بحث‌های آنها چیزی نمی‌فهمیدم، چون همه‌اش به فکر تهیه پول و پرداخت قرض زن صاحبخانه برای فردا بودم. تنها امید و چاره‌ام این بود که ساعت مچی‌ام را بفروشم، اما به کی بفروشم و چطوری بفروشم اصلا نمی‌دانستم. توی این افکار بودم که نمی‌دانم از کجا کار یا گردش غلط روزگار و یا چه زهره‌ای بود که خنده بلندی کردم که یکی از مهمانها که داشت با حرارت از وضع عالی اقتصاد مملکت تعریف میکرد از خنده بی جای من خیلی ناراحت شد و گفت شما دارید مرا مسخره میکنید؟ کار خیلی خراب شد. با این همه قرض و قوله و بدبختی سوروسات مهمانها را فراهم کرده بودم، حالا برای هیچ و پوچ ناراضی و قهرآلود از خانه ما بروند درست نیست. به همین جهت با لحن ملایم و شکست خورده از مهمانها معذرت خواستم و هزار تا قسم و آیه خوردم که خندم اختیاری نبوده و ارتباطی به بحث و گفتگوی آنها ندارد. از آن به بعد هم برای جبران اشتباهی که مرتکب شده بودم تا آخر شب چشم به دهان مهمانها دوختم و با دقت به حرفهای آنها گوش می دادم. و من امروز به خاطر اظهار لطف مهمانهای روشن فکرم مجبور شدم ساعتم را بفروشم و قرض زن همسایه را بپردازم. مدتی بی هدف و سرگردان توی خیابانها پرسه زدم. دنبال محلی می گشتم که ساعتم را بفروشم. به نظرم می رسید که ساعت به آن کوچکی هر لحظه دارد سنگین تر می شود. یک دفعه بیادم افتاد که خریداران اجناس دست دوم بیشتر توی بازار سمسارها هستند. با سرعت خودم را به بازار سمسارها رساندم. اما هرچه سعی کردم ساعتم را به کسی نشان بدهم نتوانستم. پس از اینکه چند بار بازار سمسارها را بالا و پایین رفتم، چشمم به دکان کوچکی افتاد که قاشق و چنگال و چاقو و از اینجور خرت و پرتها می فروخت. به طرف دکان رفتم. ساعت را از مچ دستم باز کردم و به صاحب دکان نشان دادم و گفتم این ساعت را می خرید؟ یارو پس از اینکه مدتی زیر و رو و داخل و خارج ساعت را نگاه کرد، در حالی که با بی‌اعتنایی ساعت را به دستم داد پرسید چند؟ ساعت خوبی بود. دو سال پیش 250 لیره خریده بودمش. در این مدت یک دقیقه پس و پیش نرفته بود، اما یارو طوری گفت چند که انگار می‌خواهد یک تکه حلبی زنگ زده بخرد. از روی ناامیدی جواب دادم 50 لیره. صاحب دکان خنده مسخره آمیزی کرد که از صد تا فوش هم بدتر بود.
ناچار راه افتادم. 2-3 قدم که رفتم یارو به صدای بلند داد کشید 20 لیره بدم. میخواستم برگردم ساعت را بهش بدم و 20 لیره را بگیرم که یک نفر از پشت سر دستش را روی شانه ام گذاشت. برگشتم دیدم همان مهمان دیشبیست که درباره وضع عالی اقتصاد کشور صحبت میکرد. از دیدن او و ترس از اینکه متوجه فروش ساعتم بشود خیلی ناراحت شدم. بی اختیار ساعت را که توی دستم بود مخفی کردم و گفتم سلام. گفت سلامون علیک دوست عزیز، اینجا چه کار میکنی؟ قبل از اینکه جوابی بدهم مرد سمسار از پشت دکش داد کشید به مرگ بچه‌ام 20 لیره ارزش نداره، به خاطر شما حاضرم بخرمش. گفتم آقا فروشی نیست. صاحب دکان با وقاحت و سماجت داد کشید آقا وقتی فروشی نیست چرا مزاحم مردم میشی؟ خیلی بیکاری یا ما رو مسخره کردی؟ دیدم کار داره بیخ پیدا میکنه. دست دوستم را گرفتم و راه افتادیم. دوستم پرسید جریان چی بود؟ گفتم هیچی بابا، از اینجا رد میشدم. یک ساعت مچی عالی دست یک سمسار دیدم. 50 لیره خریدمش. برای اینکه مطمئن بشم گولم نزدند به این آقا نشانش دادم. یارو ولکن نبود. دوستم که گوشش به این حرفها بدهکار نبود گفت بحث دیشبمان خیلی جالب بود. دلم میخواهد یک شب دیگر دور هم جمع بشویم و بحث کنیم. خندیدم و جواب دادم آره منم خیلی دلم میخواد. توی ایستگاه اتوبوس به امید اینکه به زودی همدیگر را خواهیم دید از دوستم خداحافظی کردم و سوار اتوبوس شدم. ناراحتی اصلی توی اتوبوس اتفاق افتاد. من که چند ساعت برای فروش ساعتم توی بازار و خیابان پرسه زده بودم و بالاخره هم دست از پادراستر به خانه برمیگشتم، خسته و کوفته و عصبانی توی این فکر بودم که جواب زنم را چی بدم و قرض زن همسایه را از کجا بپردازم، که یک نفر سرش را جلو آورد و پرسید معذرت میخوام آقا ساعت چنده؟ به ساعتم نگاه کردم و جواب دادم 6:15 است. طرف که چند لحظه پیش با یک عالم نزاکت و ادب ساعت را پرسیده بود یک دفعه با لحن خشن و پرخاشجویانه گفت ساعتتان حالش خوبه؟ نگاهی به قد و بالای یارو کردم. آدم خوشتیب و تربیت شده‌ای به نظر می رسید. اما چرا طلبکار شده بود؟ نمی دانم. دوباره با دقت به ساعتم نگاه کردم و گفتم 6:18 است. گفت باز هم اشتباهه. جوابی بهش ندادم و صورتم را به طرف دیگر برگرداندم. اما یارو ولکن نبود. گفت من چون دیدم ساعت شما غلطه پرسیدم ساعت چنده. خسته و ناراضی جواب دادم به شما چه مربوطه که ساعت من غلطه؟ یارو که خیلی هم از خودش راضی بود و وانمود میکرد وزیر وکیل است با پررویی داد کشید من یک هموطن هستم، وقتی میبینم کار و عمل کسی غلط است باید بهش اطلاع بدم. چون دیدم ساعت شما 7 دقیقه عقب است بهتون تذکر دادم تا درستش کنید. فهمیدم که یارو خیلی عوضیه و من هم حال و حوصله بحث کردن نداشتم. جوابی ندادم و پشتم را به او کردم. ولی مگر یارو از رو می رفت؟ گفت آقا چرا ساعتت را درست نمی کنی؟ جواب دادم دلم می خواد ساعتم غلط باشه. گفت نمیشه، امکان نداره. برای اینکه از دستش خلاص بشم چند قدم رفتم جلوتر و قاطی مردم شدم. از پشت سرم داد زد چرا فرار می کنی؟ ساعت را درست کن. این دفعه خیلی جدی جواب دادم آقا به شما چه مربوطه؟ ساعت مال منه، خودم میدونم باید چی کار کنم. یارو که فهمید اگر یک کلمه دیگر حرف بزنه دندونهاشو خرد میکنم، شانهاشو بالا انداخت و متوجه یکی دیگر از مسافرها شد. ازش پرسید آقا خیلی معذرت میخوام، ساعت شما چنده؟ یارو گفت 6:30. از یکی دیگه پرسید آقا ساعت شما چنده؟ 2 دقیقه به 6:30 مانده. گفت ساعت هر دوی شما اشتباهه، خواهش میکنم ساعتها رو درست کنید. 24 دقیقه به ساعت 7 مانده. یکی از مسافرها گفت آقا مگه شما فضول هستید؟ مرد گفت من یک هموطن هستم.
مسافر دومی صدای مخصوصی از دهانش خارج کرد و گفت: زرت، انگار ماها همه خارجی هستیم و فقط این آقا هموطنه. مرد گفت: شماها ارزش وقت رو نمیدانید و مرتجع هستید. وقتی یک هموطن به وقت اهمیت ندهد، به مملکتش خیانت میکند. مسافرها جواب او را ندادند و یارو به ساعت مچی یک خانم نگاه کرد و گفت: خانم محترم، ساعت شما هم 15 دقیقه عقب مانده، درستش کنید. خانم جوان با مسخرگی جواب داد: درستش نکنم چی میشه؟ مرد گفت: وجدان من قبول نمیکنه هموطنانم به وقت بی‌اعتنا باشن. هیچ ملتی پیشرفت نمیکنه مگر اینکه از تمام لحظات زندگیش استفاده بکنه. در این موقع از بلیط فروش اتوبوس که از کنار پیاده رو رد می شد پرسید: ساعت شما چنده؟ بلیط فروش جواب داد: من ساعت ندارم. گفت: چطور همچین چیزی ممکنه؟ یک هموطن ساعت نداشته باشه؟ وقتی ما ارزش زمان رو ندونیم، چطور می تونیم ادعا کنیم ملتی پیش رفته هستیم؟ بلیط فروش با لودبازی و مسخرگی جواب داد: چه کار کنم آقا؟ ساعت را که مجانی نمی دن. ما هم که پول نداریم. راست میگی، دست کن جیبت پول یک ساعت رو به ما بده. مرد ساعتی دستش را توی جیب جلیقه‌اش برد و یک ساعت قدیمی که زنجیر کلوفتی داشت بیرون آورد. خانم مسنی که در صندلی‌های جلویی نشسته بود به یارو گفت: از کجا معلوم ساعت تمام مسافرین خرابه؟ شاید ساعت شما خوب کار نمی‌کنه. مرد شیک‌پوش از شنیدن این حرف، مثل این که به ناموسش توهین کرده باشند، به قدری خشمگین و عصبانی شد که چیزی نمانده بود سکته کنه. بریده بریده گفت: همچین چیزی ممکن نیست. ساعت من هرگز یک ثانیه هم عقب جلو نمیره. خانم جوان پرسید: ساعت شما چنده؟ مرد چند لحظه روی ساعتش خیره شد. چون دقت او بیش از حد طول کشید، مسافر بغل دستی او به ساعت مرد شیک پوش نگاه کرد و با خنده پرصدایی گفت: ساعت آقا خوابیده. شلیک خنده مسافرین یک دفعه بلند شد. مرد شیک پوش که از خجالت و شرم میخواست خارج از ایستگاه پیاده شود، مثل دیوانه ها مشت به در میکوبید. بالاخره هم قبل از توقف کامل اتوبوس پایین پرید. این دفعه راننده اتوبوس داد کشید: دیوانه، صبر کن، اتوبوس بیسته، بعد پیاده شو. من هم از ناراحتی 2 ایستگاه جلوتر پیاده شدم. باز هم مدتی برای فروش ساعتم این طرف و آن طرف رفتم، اما با روشن شدن چراغ‌ها و رسیدن شب به طرف خانه را افتادم. زنم پرسید: تا حالا کجا بودی؟ گفتم رفته بودم ساعت را بفروشم که قرض زن همسایه را بدهیم. زنم با خنده گفت: خوب شد منتظر تو نماندم. پرسیدم: چطور مگه؟ گفت: شب چند تا مهمان داریم، باز هم از زن همسایه مقداری قرض گرفتم و سور و سات را حاضر کردم. نمیدانم چرا خندم گرفت. زنم به خیال اینکه از زرنگی و کاردانی او خوشم آمده و خوشحال شدم گفت: برو شکر کن که زنت پخمه نیست و در یک چشم هم زدن غذای 100 تا مهمان را درست میکنه. پرسیدم: مهمان ها چه وقت میان؟ گفت: پیغام دادن که ساعت 8 میان. الان ساعت چنده؟ به مچ دستم نگاه کردم، اثری از ساعت نبود. نمیدانم کدام حلال زاده و در چه فرصتی ساعتم را کش رفته بود. مثل آهک آب دیده از هموار رفتم، اما به روی خودم نیاوردم و گفتم: ساعتم گم شده، خیلی بهتر. امشب بدون در نظر گرفتن وقت، تا هر موقع دلمان بخواهد، راجع به مسائل اقتصادی و وضع عالی اقتصاد مملکت بحث و گفتگو خواهیم کرد. خب دوستان، این بود داستان حضرت آقا ساعت چنده از عزیز نسیم بزرگ. بسیار سپاسگزاریم از اینکه ما رو تماشا میکنید. لطف کنید ما رو سابسکرایب کنید، حتما اون زنگوله کنارش رو هم بزنید تا ویدیوهای بعدی اون براتون بیاد و بتونید ببینید. لطفا ما رو به دوستان کتابخونتون معرفی بکنید. اگر پیشنهادی هم دارید حتما توی کامنت ها لطف کنید برامون بنویسید. بسیار بسیار سپاسگزاریم از اینکه بیننده و شنونده کانال خودتون کتاب من هستید.